أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ستایش خدای راست، پروردگار عالمیان، خدایی که بی اندازه مهربان نهایت با رحم است، خداوند روز جزاست. إياك نعبد وإياك نستعين. خاص تو را می پرستیم و خاص از تو کمک می خواهیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. به ما راه راست را بنما، راهی کسانی را که بر ایشان نعمت خیش را ارزانی کرده ای، نی راهی کسانی را که مورد خشم واقع شدند، و نی هم راهی گمراهان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم. این کتاب در آن شکی نیست، هدایتی است برای پرهیزگاران، یعنی کسانی که از خداوند میترسند. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنانی که به غیب ایمان می آرند و نماز خود را به تمام و کمال برپا می دارند و از آنچه برایشان روزی گردانیده ایم خرج می کنند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. و آنانی که به آنچه به تو نازل گردانیده شده و به آنچه پیش از تو نازل گردانیده شده ایمان می آرند و از ته دل به آخرت یقین دارند. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. آنها از جانب پروردگارشان بر هدایت راستینند و ایشان همین هایند رستگار. این الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بدون شک کسانی که کافرند، یعنی ایمان ندارند، به ایشان یکسان است، خواه ایشان را اخطار بدهی یا اخطار ندهی، ایشان ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده است و بر چشمانشان پرده است و برای آنان عذابی بزرگ است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. از جمله مردمان کسانی اند که میگویند با خداوند و به روز آخرت ایمان آوردیم و ایشان در حقیقت ایمان ندارند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ایشان چنین میپندارند که خدا و مؤمنان را فریب میدهند، ولی در واقع جز خیشتن کسی دیگر را فریب نمیدهند و این موضوع را درک نمیکنند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. در دلهایشان بیماری است و خداوند بیماریشان را افزوده است و برای ایشان عذابی دردناکی است به سبب آنکه دروغ می گفتند. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. و هنگامی که به ایشان گفته شود در زمین فساد نکنید می گویند به تحقیق که ما اصلاح کنندگانیم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آگاه باشید به تحقیق که همین هایند مفسد اما این موضوع را درک نمی کنند. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. و هنگامی که به ایشان گفته شود ایمان آورید طوری که این مردم یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده اند میگویند آیا ما ایمان آوریم طوری که این بیخردان ایمان آورده اند؟ آگاه باشید و تحقیق که ایشانند بیخرد اما نمی دانند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. و هنگامی که با مؤمنان ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با شیطان های خود تنها شوند می گویند ما اصلا با شما هستیم، ما صرف مسلمانان را تمسخر می کنیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خداوند به ایشان جزای استهزایشان را می دهد و ایشان را در سرکشی ایشان مهلت می‌دهد تا سرگردان بمانند. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت خریده اند پس تجارتشان سودی نکرد و ایشان راهیاب نیستند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال ایشان مثال کسی است که آتش افروخت پس چون آن آتش اطراف او را روشن کرد خداوند روشنی ایشان را می برد و آنها را در تاریکی مطلق می گذارد که چیزی را نبیند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. کرند گنگند و کورند بنابران ایشان براه بر نمی گردند. او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثال آنها همانند ابری مملو از باران است از آسمان که در آن تاریکی ها رعد و برق باشد. آنها سر انگشتان خود را از ترس مرگ به گوش های خود می نهند تا آواز صاعقه را نشنوند و خداوند همواره بر کافران احاطه دارد. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لا
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمان یعنی قوه دیدشان را برواید. هر باری که روشنایی به ایشان بتابد در آن راه می روند و هنگامی که تاریکی بر ایشان چیره شود استاده می شوند. و اگر خداوند می خواست بدون شک شنوایی و چشمان یعنی بیناییشان را می بود، حقاک خداوند بر همه چیز تواناست. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي مردم پروردگار خیش را بپرستید، آن که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا باشد که پرهیزگار شد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آن که برای شما روی زمین را بساطی و آسمان را همچون سقفی ساخت و آب را از آسمان فرود آورد، به وسیله آن میوه ها را برای روزی شما برآورد، پس در حالی که حقیقت را می دانید با خداوند همتایانی نیاورید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. و اگر شما از چیزی که ما وقتا فوقتا به بنده خود فرو فرستاده ایم در شک هستید، پس سوره مثل آن را بیاورید، و اگر راست میگویید شاهدان یعنی مددگاران خود را به غیر از خدا بخواهید. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اما اگر این کار را نکردید و هرگز کرده نمی توانید، پس از آتشی بترسید که درگیران یعنی آتشگیره آن مردمان و سنگ ها اند که برای کافران آماده شده است. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. و به کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو می کنند بشارت دهید که واقعا آنها را بهشت هایی است که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. هر باری که از میوه های آن روزی داده می شوند می گویند این همان است که برای ما پیش از این روزی داده شده بود، و برایشان چیزهای همانند آورده می شود و ایشان را در آنجا همسران پاکیزه است و ایشان در آن جودانند. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خداوند هرگز از این شرمگین نمی شود که مثل بزند به هر گونه ای که باشد، خواه این مثال پشه باشد
یا از آن در کوچکی بالاتر. پس آنهایی که ایمان آورده اند می دانند که واقعا این مثال حق است از جانب پروردگارشان. اما کسانی که کافر شدند شک کنان می گویند خداوند به این مثال چی چیز را اراده کرده است؟ با این مثال بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را رهیاب می گرداند و با این مثال گمراه نمی کند مگر فاسقان را. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خداوند را بعد از استواری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند و اتصال آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می کنند، ایشان همین ها اند زیانکار. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه از خدا انکار می کنید در حالی که زنده نبودید پس او شما را زنده گردانید و باز شما را می میراند و باری دیگر شما را زنده می گرداند و باز به سوی او بازگشت می نمایید. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. او ذاتی است که برای شما هر آنچه را در زمین است بیافرید، سپس قصد آسمان کرد و آنها را به هفت آسمان نظم و کمال بخشید و او به همه چیز داناست. و اذ قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. بیادار که چون پروردگار تو با فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه را می آفرینم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن خلیفه میگردانی که در آن فساد میکند و خون میریزد؟ در حالی که ما تسبیح و ستایش تو را به جا میآوریم و تو را تقدیس مینماییم. خدا گفت حقا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خداوند برای آدم اسماء یعنی اسرار اشیاء را آموخت، باز آن اشیا را به فرشتگان پیش کرد و گفت اگر شما راستگو هستید پس نام این چیزها را به من بگویید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. آنها گفتند پاکی تو، ما را هیچ علمی نیست مگر آنچه تو به ما آموختی، براستی که تو و تنها تو دانا و حکیمی. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
خداوند گفت ای آدم، فرشتگان را از نامها یعنی اسرار اشیا آگاه گردان. هنگامی که آدم نامهای آنها یعنی اسرار را گفت، خداوند فرمود آیا من به شما نگفته بودم که من و تنها من به اسرار آسمانها و زمین آگاهم و آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که شما پنهان می دارید می دانم؟ و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. و بیادار چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، ایشان به آدم سجده کردند جز ابلیس، او از امر خداوند ابا ورزید و تکبر کرد و از جمله کافران بود. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. و گفتیم ای آدم، تو و همسرت در بهشت بسر برید و از نعمتهای فراوان آنجا هرچی که بخواهید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگاران خواهید شد. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سپس شیطان آنها را از آنجا لغزاند و ایشان را از آنچه یعنی خوشنودی که در آن بودند بیرون کرد. گفتیم فرو دایید، در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگری خیش خواهید بود و برای شما تا مدتی بر زمین جای سکونت و وسایل زندگی فراهم می باشد. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت و پروردگارش توبه او را پذیرفت، به تحقیق که او توبه پذیر مهربان است. قل نهبطوا منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. گفتیم همه شما از اینجا فرو دایید، پس هرگاه از طرف من به شما هدایت آمد، کسانی که هدایت مرا پیروی کنند برایشان خوفی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما کسانی که کافر شده اند و آیات ما را تکذیب کرده اند، ایشان از اهل آتش می باشند و در آنجا جولانه و سر می برند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون. ای بنی اسرائیل، بیادارید از آن نعمتهای را که بر شما ارزانی کردم و به پیمانی که به من بسته اید وفا کنید، تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ایای فاتقون. و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید، در حالی که این کتاب تصدیق کننده همان کتابی است که با شما می باشد و شما نخستین انکار کنندگان آن نباشید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز مفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون.
حق را با باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که میفهمید. و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ارکعو مع الراکعین. نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع نمایید، یعنی نماز را به جماعت بگذارید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکوکاری امر می کنید و خود را فراموش می دارید در حالی که کتاب را می خوانید؟ آیا درک نمی کنید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و به شکیبایی و نماز یاری خداوند را بجوید و این واقعا گران است مگر بر فروتنان. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آنانی که باور دارند که با پروردگار خود ملاقی می شوند و یقینا ایشان به سوی او باز می گردند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، آن نعمتهای را که من به شما ارزانی کردم یادارید و نیز به یادارید که من شما را بر همه جهانیان برتری دادم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. و از روزی بترسید که هیچ کس از هیچ کسی دیگر عذاب را دفع نمی کند و نی برای آن شفاعت قبول می شود و نی از آن عوضی پذیرفته می شود و نی هم به ایشان یاری داده می شود. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بیادارید وقتی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم، ایشان به شما عذابهای شدیدی می رساندند، پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن برای شما آزمایش بزرگی بود از طرف پروردگار شما. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و بیادارید وقتی را که برای شما دریا را شگافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که شما مشاهده می کردید غرق کردیم. و اذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. و بیادارید وقتی را که برای موسی 40 شب مقرر کردیم و شما در غیاب او گوساله را خدا گرفتید در حالی که شما به این عمل خود ستمگار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد از آن شما را عفو کردیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و بیادارید وقتی را که به موسی کتاب و فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل را دادیم تا باشد که رهیاب گردید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ
بسيئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. و به یاد دارید وقتی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من به تحقیق که شما به خود ستم کردید به این که گوساله را به خدایی گرفتید پس به سوی آفریدگار خیش برگردید و پس خود را بکشید این کار برای شما بهتر است در نزد آفریننده شما سپس خداوند توبه شما را پذیرفت حقا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و بیاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی تا خداوند را آشکار نبینیم به تو هرگز ایمان نمی آورید پس شما را صاعقه گرفت در حالی که می دیدید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانیدیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. و ابر را بر شما سایبان ساختیم و بر شما من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزهی که به شما روزی داده ایم بخورید با ما ستم نکردند بلکه با خود ستم میکردند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وبيادرید وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و به دروازه با فروتنی درایید و بگویید خدایا گناهان ما را بیامرز در حالتی درایید که در کردار و گفتار خود خاشع و متواضع باشید تا خطاهای شما را بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بسیار سازیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمگاران آن کلمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند بنابراین ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب می شدند عذاب را از آسمان فرو فرستادیم. و اذ استسقا موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. و بیاد دارید وقتی را که موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم عصای خود را به سنگ بزن و بیدرنگ از آن 12 چشمه جوشید هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت. از روزی که خداوند به شما ارزانی کرده است بخورید و بنوشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و به یاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی ما هرگز برای همیشه به یک نوع غذا صبر نمی کنیم، پس برای ما از پروردگار خود بخواه که به ما چیزی بدهد که زمین می رویاند، از سبزیجات آن، تره و بادرنگ آن، سیر، گندم آن، عدس آن و پیاز آن. موسی گفت آیا چیز بهتر را به چیز پس تبدیل می کنید؟ به شهر فرود آیید، حقا که برای شما هر آنچه را خواسته باشید موجود است، و بر ایشان مهر خواری و ناداری زده شد و به قهر خداوند بازگشتند. این خواری و ذلت به سبب آن بود که از آیات خداوند انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند. این سببی بود که ایشان عصیان می کردند و تجاوزکار بودند. این الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به تحقیق آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهود شدند و نصارا و صابئها، هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کاری نیکو کند مزدشان به نزد پروردگارشان است، نی بر ایشان ترسی است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و بیاد دارید وقتی را که از شما پیمان استوار گرفتیم و بر بالای سر شما کوه طور را بلند کردیم، گفتیم چیزی را که با شما داده ایم یعنی تورات را محکم بگیرید و آنچه را در آن است همواره یاد دارید تا باشد که از خدا بترسید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بعد از این پیمان رو گردانیدید و اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود بدون شک در جمله زیانکاران می بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و حقا که شما در بین خود کسانی را شناختید که در روز شنبه تجاوز کردند، ایشان را گفتیم به شکل بوزینه ذلیل شده درآیید. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین. و به این ترتیب آن واقعه را مایه عبرتی برای معاصرین و اخلافشان گردانیدیم و نیز پندی برای آنانی که از خدا می ترسند. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از پروردگار خود بخواه به ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گفت خداوند می فرماید این گاو است نه پیر یعنی از کار افتاده و نه جوان یعنی نارسیده، بلکه میانه بین این دو.
پس آنچه را به آن مأمور شده اید بجارید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا بیان کند که آن گاو چی رنگی دارد. گفت خداوند میگوید بیشک آن گاوی است زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گاو بر ما مبهم شده است، اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا رهیاب خواهیم شد. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت خداوند میگوید به تحقیق آن گاوی است که نی مهنت قلبه زمین و نی آبیاری کشت را کشیده است، سالم است و بی داغ و لکه. گفتند اکنون سخن راست را آوردی. سپس ایشان آن گاو را ذبح کردند و نزدیک نبودند که آن گاو را ذبح نمایند. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما كنتم تكتمون. و بیاد دارید وقتی را که شخصی را کشتید و در مورد آن جنایت در بین خود به نزاع افتادید، اما خداوند آشکار کننده است آنچه را شما پنهان می کردید. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. پس گفتیم آن جسد را با پاره از آن گاو بزنید، این چنین خداوند مردگان را زنده می کند و به شما آیات خود را نشان می دهد تا باشد که شما درک کنید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پس از آن باز دلهای شما سخت شد، به درجه سنگ یا از آن هم سختتر. بعضی از سنگ ها هستند که از آنها جوی ها جاری می شود و برخی از سنگ ها هستند که شق می شود و از آنها آب می براید و هم سنگ های اند که از خشم خداوند فرو می غلطند و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. افتطمعون ان یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. ای مسلمانان، آیا توقع دارید که ایشان به آیین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آن که حقانیت آن را درک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند؟ و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا اتحدثونهم
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات می کنند می گویند ایمان آوردیم، اما وقتی که با یک دیگر در خلوت می بینند می گویند آیا به ایشان چیزی را می گویید که خداوند با شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب به وسیله آن با شما به حضور پروردگار شما مناظره کنند؟ آیا شما به نتیجه این کار پی نمی برید؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. آیا آنها نمی دانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار می دارند خداوند می داند؟ و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. و برخی از ایشان مردم امی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمی دانند و جز گمان به چیزی دیگری متکی نیستند. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و باز می گویند این از جانب خداوند است تا بدین ترتیب به عوض آن بهای ناچیز به دست آورند، پس وای بر ایشان در برابر آن چه دست هایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آنچه از این عمل خود کسب می کنند. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. و گفتند به تحقیق که ما را آتش دوزخ جز چند روز محدودی تماس نمی کند، به ایشان بگوی آیا از نزد خداوند پیمانی گرفته اید که خداوند هرگز پیمان خود را نقض نمی کند؟ این که درباره خداوند چیزی را می گویید که نمی دانید؟ بلا من کسب سیئة و احاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نه خیر، آنانی که گناهی را مرتکب شده اند و آنها را گناهشان احاطه کرده است پس همین هایند دوزخی، ایشان در آنجا همیشه میمانند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وآنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند همین هایند بهشتی، ایشان در آنجا جاودانه به سر می برند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. و بیاد آورید وقتی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که بجز خداوند چیزی دیگری را نپرستید، با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان رفتاری نیکو ورزید، با مردم به نیکویی حرف زنید، نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید،
سپس همه شما جز عده کمی به گونه اعراض از آن رو گردانیدید. و اذ اخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. و بیاد آورید وقتی را که پیمان استوار شما را گرفتیم که خونهای خیش را نریزید و یک دیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کردید و بر آن گواه بودید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. باز این شما هستید که یک دیگر خود را میکشید، گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید میکنید، به ضد ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یک دیگر میشوید و اگر ایشان به قسم اسیر با شما میآیند فدیه ایشان را میدهید، در حالی که تبعید ایشان به ذات خود بر شما حرام گردیده بود. پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان میآورید و از قسمتی دیگر انکار میکنید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به شدیدترین عذاب در آخرت چیزی دیگری نیست و خداوند از کردار شما غافل نمی باشد. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. آنها کسانی اند که زندگی این دنیا را به بدل آخرت خریدند، بنابراین از عذابشان تخفیف دادن نمی شود و نی هم ایشان کمک می شود. ولقد آتینا موسی الكتاب و قفینا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حتی که به موسی کتاب را دادید و به تعقیب او پیامبران را فرستادید، به عیسی پسر مریم معجزات روشن دادید و او را با روح القدس تایید کردید، آیا هرگاه رسول نزد شما با چیزی آمد که مخالف هوای نفس شما بود در برابر او تکبر کردید، بعضی را تکذیب نمودید و بعضی را میکشید؟ و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ایشان میگویند دلهای ما در غلاف است، نه خیر، بلکه به سبب کفرشان خداوند بر آنها لعنت کرده است، پس تعداد اندکی از ایشان ایمان می آورند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
فلعنت الله على الكافرين. هنگامی که به ایشان از جانب خداوند کتاب آمد، کتابی که تصدیق دهنده چیزی بود که در نزد ایشان می باشد، یعنی تصدیق دهنده تورات بود، از آن انکار ورزیدند و از پیش آن را وسیله پیروزی خیش بر کافران یعنی مشرکان می پنداشتند. پس وقتی که به ایشان چیزی آمد که آن را می شناختند و باید به آن اعتراف می کردند، از آن انکار کردند. پس لعنت خداست بر کافران. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. چی بد است چیزی که به آن نفس های خود را فروختند، این که به آنچه خدا فرستاده است کافر شدند، از روی حسادت بر این که خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد وحی نازل می گرداند. پس خشمی بالای خشمی دیگر آنها را فرو گرفت و برای کافران عذابی رسوا کننده است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. چون به ایشان گفته شود به آنچه خداوند فرو فرستاده است ایمان آرید، میگویند ما به چیزی ایمان می آوریم که برای ما فرو فرستاده شده است و ما برای آن را رد می کنند، در حالی که همان چیز حق است و تصدیق کننده کتابی است که به ایشان آمده است. بگو اگر واقعا ایمان دارید، پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. واقعا که موسی به شما معجزه هایی را آورد، ولی بعد از آن که وی به کوه طور رفت گوساله را به خدایی گرفتید و شما ستمگارید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. و بیاد دارید که از شما پیمان استواری گرفتیم و کوه طور را بالای شما قرار دادیم و گفتیم آنچه را به شما داده این محکم بگیرید و بشنوید. گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و محبت گوساله به دلشان آمیخته شد به سبب کفرشان. بگو بد است چیزی که شما را ایمان شما به آن امر می کند اگر مؤمن هستید. قل این کانت لکم الدار الاخرت عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت این کنتم صادقین. بگو اگر سرای آخرت نزد خداوند تنها از آن شماست نی برای کسی دیگر، و اگر در این ادعای خود صادق هستید، پس مرگ را آرزو کنید. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اما ایشان به سبب آنچه دست هایشان از پیش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد و خداوند ستمگاران را خوب می شناسد.
ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. تو ایشان را واقعا به زندگی دنیا حریص‌ترین مردم می‌یابی و حریص‌تر حتی از کسانی که شرک آورده اند. هر یک از ایشان آرزو دارد که ای کاش به وی عمر 1000 سال داده شود، ولی دادن چنین عمر هم او را از عذاب آتش دوزخ نجات دهنده نیست و خداوند به چیزهایی که آنها می کنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو هر آن که دشمن جبرئیل باشد پس به تحقیق هم اوست که وحی را به حکم خداوند به دل تو نازل گردانید، در حالی که آن وحی تصدیق کننده کلامی است که قبل از آمدن وحی به تو نازل شده بود و راهنما و بشارت دهنده است برای مؤمنان. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدو للكافرین. هر آن که دشمن خداوند، فرشتگان، پیامبران خداوند، جبرائیل و میکائیل باشد کافر است، پس بیشک خداوند دشمن کافران می باشد. ولقد انزلنا اليك آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. و به تحقیق به تو آیاهای روشنی را فرو فرستادیم و جز مردم فاسق هیچ کس از آن انکار نمی کند. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. آیا این طور نیست هر باری که پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را به دور افکندند؟ واقعیت امر این است که اکثر ایشان ایمان نمی آرند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و هرگاه به ایشان از جانب خداوند پیامبری به حیث تصدیق کننده چیزی که با خودشان است آمد، گروهی از آنها که برای ایشان کتاب داده شده است کتاب خداوند را پشت سر انداختند، گویی که به آن پی نمی برند. و اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. و ایشان از چیزی پیروی کردند که آن را در عهد پادشاهی سلیمان شیطانها می خواندند. سلیمان هرگز کافر نشد، بلکه این شیطانها بودند که کفر را اختیار کردند. به مردم جادو می آموختند و نی چیزهای را که در بابل بر فرشتگان هاروت و ماروت فرود آورده شد.
این دو فرشته هیچ کس را چیزی نمی آموختند مگر آن که می گفتند ما صرف برای آزمایش هستیم، پس مرتکب کفر مشو. مردم از این دو فرشته چیزهایی را می آموختند که با بکار بردن آنها میان شوهر و زنش جدایی می افگندند. اما با این کار خود تا خدا نمی خواست به هیچ کس ضرر رسانیدن نمی توانستند و ایشان چیزی را می آموختند که برایشان ضرر می رسانید و سود بار نمی آورد. و آنها واقعا خوب می دانستند کسی که جادو را برگزید از آخرت بهره ای ندارد، و چی بد بود چیزی که خود را به آن فروختند اگر می دانستند. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر ایشان ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند حقا که پاداششان نزد خداوند بهتر می بود اگر می دانستند. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. اي مؤمنون با پیامبر راعنا مگویید بلکه انظرنا بگویید، یعنی پیامبر را به الفاظ خطاب نکنید که از آن تعبیر اهانت آمیز شود، و به گفته او گوش بدهید، کافران را عذاب دردناک است. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نی آنانی که از جمله اهل کتاب کافر شده اند و نی مشرکان، هیچ کدامشان نمی خواهند که از پروردگار شما بر شما چیزی از نیکویی نازل شود، اما خداوند هر کی را بخواهد به رحمت خاص خیش اختصاص می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ما اگر وحی را نسخ کنیم یا آن را به فراموشی بسپاریم سپس بهتر از آن یا همانند آن را بیاوریم، آیا نمیدانی که خداوند بر همه چیز قدرت دارد؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمی دانی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداوند است؟ جز خدا شما را نی کارسازی است و نی هم یاری دهنده. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می خواهید از پیامبر خود همان گونه سوال کنید که از موسی قبلا سوال شده بود؟ و هر کسی که ایمان را به کفر بدل نماید بدون شک راه راست را گم کرده است. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. بسا از اهل کتاب آرزو می کنند اگر شما را بعد از ایمان آوردن شما به کفر برگردانند، و این از حسدی است که بعد از روشن شدن حق به ایشان از نفس هایشان نشأت کرده است، پس ایشان را عفو نمایید و گذشت کنید تا خداوند فرمان خود را اجرا کند، حقا که خداوند بر همه چیزها قدرت دارد. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. و نماز را به تمام و کمال برپا دارید و به ادای زکات بپردازید. هر نیکویی را که شما به خویشتن از پیش بفرستید مزد آن را نزد خداوند باز می‌یابید. به تحقیق که خداوند به آنچه می‌کنید بیناست. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و گفتند هیچ کسی تا یهود و نصارا نباشد به بهشت راه نمییابد. این آرزوهای باطلشان است. برایشان بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نخیر، هر کسی که خود را به خدا تسلیم کند در حالی که نیکوکار باشد مزد خود را نزد پروردگارش مییابد. نه ایشان را ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهودیان گفتند نصرانیان بر چیزی نیستند و نصرانیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند. حال آنکه ایشان کتاب آسمانی را می خوانند. کسانی که نمی دانند یعنی مشرکان نیز مانند سخن ایشان گفتند، ولی خداوند در بین آنها در مورد آنچه بر آن منازعه دارند در روز قیامت قضاوت می کند. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. و کیست بیدادگرتر از کسی که منع کرد از اینکه در مساجد نام خداوند گرفته شود و در خراب کردن مساجد کوشید؟ ایشان حق آن را نداشتند و ندارند که جز با ترس به مساجد داخل شوند. برای آنها در دنیا رسوایی است و در آخرت عذابی بزرگ است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مشرق و مغرب از آن خداست. به هر سوی که رو آرید همان جا حضور خداست. به تحقیق که خداوند گشایشگر و داناست. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. گفتند خداوند برای خود پسری گرفت، منزه است او. حقیقت این است که هر چی در آسمان ها و زمین است از آن او می باشد و همه چیز با او فرمان بردار هستند. بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ایجادگر آسمان ها و زمین است و هرگاه او به چیزی دستور دهد پس بیگمان به آن میگوید شو و آن چیز فوراً میشود. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم
قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آنانی که علم ندارند میگویند چرا خداوند با ما سخن نمیگوید یا چرا با ما نشانه ای نمیآید؟ همانند این چیزها را کسانی میگفتند که پیش از ایشان بوده اند. مثل گفته ایشان دلهای آنها مشابه است. ما بدون شک نشانه های خود را برای قومی که یقین دارند بیان کردیم. بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بيشاك موترا بحق بحيث مجد آوار و بيم دهن دفر استاده و از تو در مورد أهل دوزخ سوال نميشاك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يهود ونصارى هرگز از تو راضی نمی شوند تا تو از دین ایشان پیروی کنی و ایشان بگو حقا رهنمایی تنها همان رهنمایی خداوند است. هرگاه بعد از آن که به تو آگاهی حاصل شد اگر از آرزوهای ایشان پیروی کنی در آن صورت برای تو در برابر عذاب خداوند نی کار سازی خواهد بود و نی هم مددگاری. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آنانی که به ایشان کتاب را داده ایم و حق تلاوت آن را ادا می کنند همانهایند کسانی که به آن ایمان دارند، اما کسانی که از آن انکار ورزند همانهایند زیانکار. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل از آن نعمتی که به شما ارزانی کردم بیادارید و از این نیز که من شما را بر همه جهانیان برگزیدم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. و از آن روزی بترسید که هیچ کسی از کسی دیگر چیزی یعنی عذاب را دفع نمی کند و نی از او عوض قبول خواهد شد و نی با او شفاعت سودی می نماید و نی هم ایشان یاری داده می شود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بیادار وقتی را که ابراهیم را پروردگارش به سخن چند آزمود که وی آن را انجام داد خداوند گفت حقا که من تو را برای مردم پیشوا میگردانم. ابراهیم گفت و از دودمان من نیست. خداوند گفت عهد من به ستمگاران نمی رسد. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين و ركع السجود.
و بیادارید وقتی را که ما خانه کعبه را برای مردم مرجعی و جای امنی گردانیدیم و گفتیم از مقام ابراهیم نمازگاهی بگیرید و با ابراهیم و اسماعیل قرار گذاشتیم تا خانه مرا برای طواف کنندگان، اعتکاف کنندگان، رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک سازند. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. و بیادارید وقتی را که ابراهیم گفت پروردگار من اینجا را یک شهر امن بگردان و مردم آن را از میوه ها روزی بدی، آن عده از ایشان را که با خداوند و روزی رستاخیز ایمان دارند. خداوند گفت بلی، کسی را که کافر می شود برای مدت کوتاه او را بهرمند می سازم و سپس او را به عذاب آتش می کشانم و چی بد جایست دوزخ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وبيادارید وقتی را که ابراهیم و اسماعیل تهداب خانه کعبه را به این دعا بلند کردند، پروردگار ما این خدمت را از ما بپذیر، به تحقیق که تو تنها تویی شنوا و دانا. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار ما، ما را فرمان بردار خود بگردان و از دودمان ما نیز امتی بیافرین مسلمان که تسلیم فرمان تو باشند. مناسک ما را به ما نشان بدی، توبه ما را بپذیر، حقا که تو و تنها توی توبه پذیر مهربان. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگار ما، در میان ایشان پیامبر را از بین خودشان مبعوث بفرما که آیات تو را به ایشان بخواند و به ایشان کتاب و حکمت بیاموزد و ایشان را پاک گرداند، به تحقیق که تو صاحب قدرت منعی و با حکمتی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. و کیست آن که از کیش ابراهیم رو بگرداند مگر شخص سفیهی که خود را نشناسد؟ حقا که ما ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و به تحقیق که او در روز رستاخیز از صالحان است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. و بیادارید وقتی را که پروردگارش به او گفت تسلیم شو، گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. ابراهیم فرزندان خود را با این وصیت کرد و یعقوب نیز عین وصیت را نمود. ای پسران من، حقا که خداوند دین اسلام را برای شما برگزید، پس نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا شما در وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید؟ چون به فرزندان خود گفت بعد از من چی چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را می پرستیم، خدای یکتا را، و ما به او تسلیم هستیم. تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امتی بودند که بیگمان گذشتند، هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب کردید از آن شماست و شما از اعمال ایشان مورد سؤال قرار نمی گیرید. و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و اهل کتاب گفتند یهود یا نصرانی باشید تا رهیاب شوید، برایشان بگو نخیر، بلکه آیین خالص و پاک ابراهیم را پیروی می کنیم و او از مشرکان نبود. قولوا آمنا بالله و ما إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگوید ما به خداوند و آنچه به ما و به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب و دودمان او وحی شده ایمان داریم و آنچه به موسی و عیسی داده شد و آنچه به همه پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است، ما در میان هیچ یک از ایشان تفریق نمی کنیم و ما به خداوند تسلیم هستیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر ایشان به مانند آنچه شما به آن باور دارید ایمان آورند، پس ایشان واقعا رهیاب شده اند. اگر سرپیچی کنند، پس ایشان واقعا در شقاق یعنی از حق جدا شده اند. و زود باشد که خداوند شر ایشان را از تو باز دارد و اوست شنوای دانا. صبغت الله و من احسن من الله صبغتا و نحن له عابدون. رنگ خدایی، و کیست که از خدا رنگ بهتر داده بتواند؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. بگو آیا شما در شان خداوند با ما منازعه می کنید در حالی که او پروردگار ما و پروردگار شماست و ما مسئول کردار خود هستیم و شما هم مسئول کردار خود و ما به او مخلصیم. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
آیا می گویید که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و دودمان او یهود یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر می دانید یا خدا؟ کیست ستمگارتر از کسی که شهادتی را پنهان می کند که از جانب خداوند نزد اوست و خداوند از آنچه می کنید بی خبر نیست؟ تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانو یعملون. آنها مردمی بودند که بیگمان گذشتند، هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب می کنید از آن شماست، شما از آنچه ایشان می کردند مورد سوال قرار نمی گیرید.